داستان انوشیروان و خارکن پیر روزی انوشیروان عادل در بیابان خارکش پیری را دید که جسم تیزی به پای برهنش فرو رفت و خون از آن جاری است پیر لحظه ای بر زمین نشست و آن جسم را بیرون آورده و قدری خاک روی زخم پاشید و برخاست و دوباره به جمع کردن خار پرداخت انو شیرابان بان مرد نزدیک شد و گفت ای مرد اکنون پیر شده ای و موقع استراحت تو می باشد چرا این همه به خودت رنج می دهی؟ پیر خارکن سر بلند کرد و نگاهی به سلطان نمود و گفت من ناچارم که برای اداری زندگی چهار دختری که دارم روزها خار بکنم و از این راه چهار درهم پیدا کنم یک درهم و نیم آن را صرف خرید مایحتاج زندگی می کنم و یک درهم و نیم آن را هم پنبه می خرم تا دخترانم برای خودشان نخ بریسند و پارچه به بافند و لباس درست کنند. یک درهم باقی مانده را هم نان می خرم تا شکم خود و دخترانم را سیر کنم. و هرگاه یک روز به صحرا نیایم چرخ زندگیم لنگ است. انوشی روان از شنیدن سخنان پیرمرد دلش به حال او سوخت و انگشتری که در دست داشت به پیرمرد داد و گفت به فلان قلعه می روی و این انگشتری را به نگهبان قلعه نشان می دهی. آن مرد آن قلعه را با تمامی اموالی که در آن است به تو تحویل خواهد داد و از این به بعد تو صاحب آن قلعه خواهی بود. پیرمرد خارکن روز بعد به طرف قلعه روان شد و نگهبان قلعه به پیرمرد احترام بسیار کرد و گفت به فرمان ملک از این ساعت این قلعه با آنچه که در او است به تو تعلق دارد بدین ترتیب پیرمرد از زحمت خارکنی خلاص شد و صاحب ثروت فراوان گردید اتفاقا چند سال بعد انوشی گزارش به کنار ای که به پیرمت خارکن بخشیده بود افتاد. اطراف قلعه را آباد و خرم دید و چون از صاحب آن پرسید گفتند به مردی تعلق دارد که سلطان آن قلعه را چند سال پیش به او بخشیده و اینک بر اثر سعی و کوشش بسیار این ده مصفا را به وجود آورده است. ناگهان سلطان پیرمرد خارکن را به خاطر آورد با خود گفت ببینم در چه حال است وقتی مقابل قصر رسید ملاحظه کرد که غلامان متعددی جلوی در ایستادند سلطان گفت از ارباب خودتان اجازه بگیرید که من میخواهم او را ملاقات کنم گفتند امروز ارباب ما بیرون نمیآید چون در میان باغ کنیزکان زیبا و رعنا آنقدر گل بر بدنش زدن که اکنون خسته و کوفته در وقت خواب افتاده و قدرت حرکت ندارد. سلطان گفت از قول من به او بگویید که مهمان عزیزی از راه دور آمده و میخواهد تو را دیده و برگردد و بیش از چند دقیقه مزاحمت نخواهد شد. چون یکی از غلامان رفت و برگشت پیش افتاد و انوشیروان را به تالاری راهنمایی کرد که آن مرد درون بستر زربفتی خوابیده و کنیزکان در اطرافش ایستاده و او را باد میزنند. خارکن سابق به محض دیدن سلطان از جای برخاست و سر به قدمش نهاد و اظهار کوچکی کرد. انوشیروان او را نوازش کرد و فرمود آن روز که تو را در صحرا دیدم از فرو رفتن آن جسم تیز به پای تو و جراحت حاصل از آن آنقدر رنجور و ناراحت نشدی که امروز به واسطه یه ضربات چند دست گل که گل روخان بر بدنت زدند این طور خسته و وامانده گشته ای. پیر گفت قربانت کردم مرد باید در مهنت و سختی صبور و بردبار باشد و در نعمت و راحت به فکر آسایش خیش انوشی روان از این حاضر جوابی پیرمرد بسیار خوشش آمد و او را تحسین بسیار کرد و انعام فراوان داد داستان بعدی که براتون میخونم داستان بازرگان و مرد خارکشی بازرگانی که از مغرب زمین راهی مشرق زمین شده بود در راه سفر به خارکشی رسید و چون گرسنه بود از او غذا طلب کرد خارکش قافلی بازرگان را به نزدیک خانه خود برد و برای بازرگان هر طور بود غذایی فراهم آورد بازرگان که خسته بود شب در خانه خارکش ماند و از قضا زن بازرگان پا به ماه بود و آن شب دور از او دختری زایید و بازرگان که در خواب بود خواب ملکی را دید که بر او وارد شد و گفت ای بازرگان همکنون زنت دختری زایید و افزود پیش تو آمدم تا سرنوشت پسر خارکش را که همکنون به دنیا آمده با سرنوشت دختر تو پیوند زنم. بازرگان پریشان حال از خواب پرید و چون چشم گشود، خارکش را در کنار خود مشاهده کرد. بازرگان از آنجا که مقام خواه و جاه طلب بود، به فکرش رسید پسر خارکش را از خانواده بگیرد و سر به نیستش کند. بازرگان از خارکش پرسید ای مرد بگو ببینم زنت زاییده است؟ خارکش گفت پسری که مثل آن نیست بازرگان گفت به من که بازرگانم و دستم به دهانم میرسد بفروش خارکش گفت حاصل عمرم را همینطور در اختیار تو بگذارم بازرگان گفت او را بزرگ میکنم و با خود به کار تجارت میبرم خارکش گفت چگونه فرزند خود را به تو بفروشم مگر ممکن است تاجر گفت اگر سعادتش را طلب می کنی چاره این است خارکش از تنگ دستی رنج می برد ناگزیر به فروش فرزندش تندر داد و از زنش که جگرگوشه خود را تنگ به بغل گرفته بود خواست که پسر را به بازرگان بسپارد و سیصد تومان بگیرد قافله به راه افتاد و چندی که از روستای مرد خارکش دور شدند بازرگان یکی از قافل دارانش را صدا زد و گفت این بچه را به گوشه ای ببر و هلاک کن. مرد بچه را گرفت و رفت تا او را حلاق کند. در همین هنگام کبوتری بر سر کودک فرود آمد. بچه خنده ای کرد. کبوتر بعد اوج گرفت و تا مرد خنجر کشید کبوتر پایین آمد و خود را به دست او زد. مرد دوچار ترس شد و به خیال افتاد و چندی نگذشت که پشیمان گشت. بچه را به زیر بوته خاری رها کرد و به سوی قافل رفت. از این سو در همسایگی خارکش چوپانی بود که روزها به بیابان می رفت و غروب هنگام به خانهش باز می گشت. و در میان گله او گوسفندی بود که شیر فراوان داشت. آن روز چوپان که باز رمه به صحرا برده بود و در پناه بوته بزرگ خالی نشسته بود در چند قدمی خود گوسپند پرشیرش را دید که در کنار بوته خاری لنگش را بالا گرفت و از جایش تکان نمیخورد. پیش رفت و کودکی را که از پستان گوسفند شیر می مکید مشاهده کرد. چوپان به تعجب دچار شده بود و از آنجا که میدید دید گوسفندش کودک را شیر می دهد جلو نرفت و سر جایش ایستاد. شیر گوسفند که تمام شد چوپان رفت و کودک را برداشت و به همراه رمش به جانب روستا رفت. خارکش در همسایگی چوپان خانه داشت و چون چشمش به کودک افتاد بچه خود را شناخت. خارکش بچه را گرفت و پیش زنش برد و گفت بازرگان سیصد تومان به ما داد و بچه را گرفت. حالا معلوم نیست با چه منظوری او را به امان خدا رها کرده و رفته است. گذشت و گذشت تا پانزده سال سپری شد. و باز گذر بازرگان به همان جایی افتاد که خارکش زندگی میکرد. بازرگان چون به آن محل رسید با خود گفت دیگر از خارکش خبری نیست شاید که مرده باشد. ولی پس از مدتی به فکر افتاد سراغ خارکش را بگیرد. بازرگان رفت و در کوب خانه خارکش را زد و چون خارکش به در خانه آمد بازرگان شادمانی نشان داد و او را در بغل گرفت. خارکن پرسید ای بازرگان هیچ نفهمیدم. چرا بچه مرا در پناه خاری رها کردی و رفتی؟ بازرگان گفت از چه چیز حرف میزنی؟ خارکش پسرش را صدا زد و به بازرگان نشان داد. بازرگان یکی خورد و گفت سفر غافلم کرد و فراموشم شد که بچه را با خود ببرم. خارکش گفت تو به من سیصد تومان دادی و بچه را گرفتی چگونه فراموشت شد گفت حالا که چیزی گم نشده و از دست نرفته بیا تا دوباره معامله کنی خارکن گفت دوباره با چه منظوری گفت او را به دامادی میپذیرم خارکن گفت اگر چنین است وصلت با بازرگان ثروتمندی چون تو که بد نیست بازرگان گفت نامه ای می نویسم و به پسرت می دهم تا به پیش خانواده ببرد ما بقیه کارها را تا برگردم خودشان انجام خواهند داد بازرگان در نامه نوشت این جوان مزاحم من است هر طور شده او را سر راه هم بردارید و دست آخر نامه را مهرموم کرد و آن را به دست پسر خارکش داد. سپیده ی صبح سر نزده بود که پسر خارکش راهی دیار بازرگان شد. رفت و رفت تا به شهر او رسید و خانش را پیدا کرد. اما چون دیر وقت بود نخواست خانوادش را از خواب بیدار کند. پس پشت در سکوی خانه به خواب رفت. فردا صبح خیلی زود که دختر بازرگان برای آب و جارو کردن جلوی خانه در را باز کرد دید جوانی زیبا در حالی که نامه از گوشه پیراهنش پیداست به خوابی خوش فرو رفته است دختر نامه را برداشت و آهسته به درون خانه رفت دختر بازرگان نامه را باز کرد و تند و تند آن را خواند و دید پدرش نوشته چنین و چنان کنید دختر که رشته دل به مهر جوان خارکش بسته بود نامه را پاره کرد و جای آن نوشت دخترم را به عقد حامل این نامه درآورید. برادران دختر که سه تن بودند چون نامه را خواندند به گفته پدرشان گردن نهادند و برای خواهرشان عروسی مفصلی گرفتند گذشت و گذشت تا آنکه خبر بازگشت بازرگان به خانه او رسید پسرانش کفش و کلاه کردند و سوار بر اسب شدند و داماد را هم سوار بر اسب سرخی کردند و به پیشواز بازرگان رفتند بازرگان همین که در پیشاپیش پسرانش جوان را دید که بر اسب سرخ سوار است شستش خبردار شد که چه اتفاق افتاده است اخم کرد و سخن بر زبان نیاورد بازرگان به خانه که رسید حال و حکایت را از فرزندانش جویا شد و پسران گفتند خود خواسته بودی خواهرمان را بغد آورنده نامه درآوریم و ما چنان کردیم که نوشته بودی بازرگان که به قضا و قدر اعتقاد نداشت راهی به جز تسلیم در برابر آن ندید و از آن پس پسر خارکش هم برای خود کسی شد داستان سوم داستان باغبان امو هستش مرد باغبانی بود که همه به او باغبان امو میگفتند و کارهای عجیب میکرد یک سال زمستان خیار کاشت و بوته های خیار او محصول فراوانی داد و تمام خیارها بزرگتر از حد معمول شد. آنها را چید میان دو تا زنبیل گذاشت و بار قاتلش کرد و به طرف قصر شاه به راه افتاد تا به عنوان تحفه تقدیم حضورش کند وسط راه به سواری برخورد شاه بود که داشت از شکار برمیگشت او را دید با زنبیل های پر از خیارهای درشت شاه تعجب می کند و میگوید زمستان هم مگر می شود خیار کاشت باغبان امون که تا آن وقت شاه را ندیده بود میگوید نتیجه کار و زحمت من است میخواهم برای شاه تحفه ببرم تا به من جایزه بدهد شاه به سرعت میان بر میزند به قصر میرسد و لباس عوض میکند باغبان امو هم میرسد و خیارها را تقدیم شاه میکند شاه به وزیرش دستور میدهد که او را به خزانه ببرد و هر چه دلش خواست به او بدهد. باغبان امو هم یک خروس طلایی انتخاب می کند و به خانهش می برد. وزیر پیش خود می گوید من این همه سال توی قصر به شاه خدمت کردم. شاه به من یک چنین مرحمتی نکرد و چنین جایزه نداد. اما به این باغبان دهاتی اینجور کرم بخشش کرد. میدانم با این باغبان چه کنم. مدتی از این ماجرا می گذرد. یک روز پسر شاه می رود شکار و با سپاهیانش به مرز مصر می رسد و شکار خوبی می کند. در آخرین روز دختر پادشاه مصر و او یکدیگر را می بینند و عاشق هم می شوند. شب شاهزاده خوابیده بود که دختر پادشاه مصر می آید و یک انگشتر جادو به دست پسر می کند و میرود. صبح که شاهزاده از خواب برمیخیزد از حرف زدن باز می نستد. خبر به شاه می رسد. شاهزاده هم چند روز بعد به قصر برمیگردد. شاه نمیداند چه کار کند از وزیرش میپرسد چاره چیست؟ وزیر میگوید چاره کار دست باغوان امو است. البته او میخواست باغوان امو را گرفتار و در بند کند. شاه میگوید او از تبابت چه میداند او یک باغبان است وزیر میگوید او در زمستان خیار سبز کرده است حتما میتواند شاهزاده را هم معالجه کند شاه باغبان امو را احضار میکند میگوید اگر پسرم را مداوا کردی هر چه میخواهی به تو میدهم اما اگر نتوانستی دستور میدهم گردنت را بزنند باغبان عمو میپذیرد و میگوید یک اتاق میخواهم و سه روز هم باید به من مهلت بدهید. روز اول هرچه با پسر شاه حرف میزند او کلمه ای جواب نمیدهد روز دوم هم میگذرد روز سوم داشت به پایان میرسید که دست شاهزاده را میگیرد از اتاق بیرون ببرد انگشتر را در دست او میبیند آن را از دست او میگیرد و به دست خود میاندازد. شاهزاده بلا فاصله به حرف در میآید و ماجرای خیش را بازگو می کند. شاه که از کار باغبان امور بسیار راضی بود، از او خواست هرچه می خواهد بگوید تا شاه به او عطا کند. باغبان امو که دیده بود پای دختری در میان هست، از شاه می خواهد چند تا اسب به او بدهند و او با بار پیاز و یک کیسه طلا همراه شاهزاده به مرز مصر برود. شاه میپذیرد و مقدمات سفر فراهم می شود. شاهزاده و باغبان عمو به مصر که میرسند وارد شهر می شوند و خود را تاجر معرفی می کنند. خبر به شاه مصر می رسد و دخترش نیز از جریان امر آگاه می شود. شب که می شود باغبان امو به شاهزاده میگوید آن دفعه که شکار آمده بودی کجا چادر زده بودی همانجا چادر بزن و بیدار بیز تا دختر بیاید شاهزاده می رود همانجا که دفعه پیش چادر زده بود چادر میزند و منتظر می ماند تا دختر شاه سر برسد اما خوابش می گیرد دختر شاه میآید میبیند شاهزاده خوابیده یک آینه و شانه زیر متکای او میگذارد و میرود صبح شاهزاده بیدار میشود و آینه و شانه را میبیند و به باغبان عمو ماجرای دیشب را تعریف میکند باغبان امو میگوید آینه و شانه را گذاشته تا موهایت را شانه کنی و خودت را در آینه بنگری بعد پیرزنی را احضار می کند و به او ای می دهد که وسطش یک انگشتر و دور آن هم سکه های طلا بود. او را معمور می کند تا به بازار برود و آن را به مشتریان نشان دهد اما نفروشد. پیرزن به بازار می رود. دختر شاه میخواهد انگشتر را بخرد اما پیرزن نمیفروشد دختر به نوکران خود دستور می دهد تا با ترکیه درخت پیرزن را بزنند. پیرزن هم فرار می کند و می روید پیش باغبان امو و همه چیز را تعریف می کند. باغبان امو پاداش پیرزن را می دهد و مرخصش می کند. شاهزاده به توصیه باغبان دوباره به چادرش می رود اما باز خوابش می گیرد. دختر شاه مصر دوباره میآید میبیند پسر خوابیده است زیر بالش او یک مشت فندوق میگذارد و میرود صبح که میشود شاهزاده موضوع خواب و فندوق را بازگو میکند باغبان امو عصبانی میشود و میگوید دختر میخواسته به تو بگوید هنوز بچه یا باید بروی فندوق بازی کنی دوباره از پیرزن می خواهد که مأموریت دیوزش را انجام دهد. دختر شاه مصر می خواهد انگشتر را بخرد. اما پیرزن می گوید نمی فروشم. دختر دستور می دهد باز او را با ترکی درخت بزنند و پیرزن فرار می کند و می آید پیش باغوان عمو. پولش را میگیرد و می رود. شب که می شود باغوان عمو به پسر شاه می گوید کمی از دستش را ببرد و روی آن نمک بریزد تا این دفعه خوابش نگیرد. همچنین وقتی دختر آمد و بعد خواست برود با تیغ پشت لباس او را پاره کن. شب دختر شاه مصر می آید و می بیند شاهزاده بیدار است. با هم حرف می زنند تا صبح. وقتی خواست برود پسر شاه لباس او را با تیغ پاره می کند و پشت دختر هم کمی زخم می شود. پسر صبح همه چیز را به باغبان امو می گوید. باغبان امو و شاهزاده می روند تمام پیازها را در رودخانه می ریزند. و بعد می آیند داد و بیداد راه می اندازند که دوست پیازهای ما را دزدیده. شاه مصر می گوید شما دوست را می شناسید؟ باغبان امو میگوید بله دختر شماست شاه عصبانی می شود و میگوید شما از کجا میدانید دختر من است باغبان امو میگوید دیشب وقتی داشت فرار می کرد ما با تیغ به پشت او زدیم زنها می روند نگاه می کنند می بینند پشت شاهزاده خانوم زخمی است و به شاه گزارش می کنند. شاه میگوید من این جور دختر دوز نمیخواهم و او را از کاخ خود بیرون می کند. باغبان امو و شاهزاده دختر شاه مصر را به شهر خود می آورند و هفت شبانه روز جشن عروسی می گیرند. شاه باغبان امو را که خیلی باهوش بود وزیر خود می کند. و وزیر خود را به جای باغبان عمو به باغبانی میگمارد همراهان عزیز لذت داستان ما اینجا هر شب براتون یه أوسنه می میخونیم افسانه هایی که نسل به نسل و دهان به دهان منتقل گشته تا به ما رسیده و برای جمع آوری اونها زحمت زیادی کشیده شده اگر علاقه من به شنیدن این افسانه ها هستید فراموش نکنید کانال رو سابسکرایب کنید ویدیوها رو لایک کنید و نظراتتون رو برام حتما کامنت کنید امیدوارم همیشه حال دلتون خوش باشه